سلام هموطنان عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم به یکی از برنامه دیگه امانت که در خدمت شما قرار داریم و خداوند شکرگزار هستیم که باز هم با تن سالم در خدمت شما قرار گرفتیم و جا داره که تشکری کنیم از تمام مردمی که دور از وطن هستن و با ما کمک میکنن یا نمیکنن، از تمامشان تشکری کنم و برنامه ما برنامه امانت است. انشاءالله که هر کس پول روان میکنه پولشان امانت و مستحق داده میشه. و باز هم آمدیم پیش همو هنر پیشه که متین غفوری نام داره و شما به چهرهش و به کارهایش آشنایی دارین. انشالله صحبت ها را با خودش آغاز میکنیم. سلام لالا متین غفوری. والا آجی صاحب خوش آمدی امی. پیشتر دن پشت سنان گفتیم خدا یک روزی را بیار آجی صاحب که از احتیاجی مو شما. الهی آمین. خوش آمدی آجی صاحب. بخیر باشی. سلامت باشی. سلام به مسافرهایی که از سابق مسافر بودن. سلام به مسافرهایی که نو مسافر شدن آجی صاحب از وطن رفتن. آرام باشن. بخیر باشن. دیگه خانه شما بود برکت همی هم وطنا و دوستا و شما بوده که پیشتر هم بودیم یک لقمه نان در خانه بیادرت بوده و بیادر این اولادکا همی حالی میگه گفتم بیا که حاجی صاحب آمده برات پیسه میت یک دانه بایسکیل که وقت بایسکیل اولاد غریب حاجی صاحب خیلی زندگی یک زمانی که جور بود قصه نبودیم ولی حالا که فکر میکنیم خیلی مشکل از دیگه اطفال خواهش ها دارن و دیگه میگه مرد مکتب خصوصی پدر شامل مکتب دور از دو چهار سرک از حاجی صاحب میرم و خدا نگاهش کنم تو مالا بشیم دیگه خود دیگه ببخشی حاجی صاحب خدا رو خیل باشم پشت سن هستن لاقه صاحب امروز احمد کشید آمده خانه ایش آباد بیاد بخیر باشی سلامت باشی غفوری صاحب. ما خدمتگار مردم خود هستیم و خصوصا به خودت که یک هنر پیشه ماستی قدر عزتت خیلی پیش ما زیاد است و ای که مردم خودت هم مشناسه به چهرهت به کارهایت آشناست و قدرت خیلی دارن تمام مردم شان ماجی صاحب ما هم قدرشان دارم خمو روز هم گفتیم کاش که خداوند یک روزی را بیار ماجی صاحب در ملک کنه که هنر ارزش پیدا کنه ماجی صاحب که کار کنه امیال والا تا روزو ارمانا دارم دیگان فیلم های سینمایی ماجی صاحب دیگان برنامه های کمدی من خب برای خودت بهتر مول دو سه لحجه مثال دیگه بیادر میتانه مولی سای گرفته کار کرده خب ما هم روزی ده خداوند که یک چیز وقت بوده که ما بتانیم برشانه خدمت کنیم برشانه کار کنیم بیا توکل به خدا انشالله خدا مهربان است. باش که گودیگه که ما چطور است؟ چطور است قند کاکا؟ خوب استی؟ به پدر چی گفتی؟ گفتی که ما چی میخرم؟ باسکیل به شکت است والا با باسکیل دوانی ریاد داری؟ خوب صحیح؟ آفرین نه سه تایرا مگه حاجی صاحب دیگه باز یاد بگیره خواه 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 بگو یاد میگیره کالا یا رسک خریدی برد؟ نه او را کرای خانه را ده سه هزار فکرای خانه را ده این اولی خمسایه بوده حاجی صاحب بله برقش طالب دو سر سیر پمان ده خدا شاید است اولی دکاندار شده که 500 قصدار شده و از او سو از او سو نیم دو سه روز دیم چیزی هم اگه خلاف شده که سودا مقدار است خدا شاید است اونو بیشتر بیادر از بچه کش مریض بود بیادر روز چیز کرد مانتون بچه ایش وضعیت های بیادر تاو خراب است که اینا شکر خود تو شاید است که اون آمد هم اینجا چیش بیا توکل به خدا. باز چطور شده تکلیف هایت متین جان؟ والا آجی صاحب تکلیف ها خاله دکس کمر خواه است خودم یک سال میدهش پایلیری شد آجی صاحب اینیم خیلی مرا آزار میده دلتنگی گنگسیت دکس کمر خود دوا آجی صاحب گفتم پین موره کمر ششتا اینی مفصل ها از بین رفته گفتم پیشتر هم که پایان از اینجا دیگه که تور کشش کنی اینا جمع نمیشه از اینجا خاک نمیشه آجی صاحب یه دیگه یک بودجه خیلی بالا کار داره حداقل یک $10,000 داشته باشی که اگر تا ترکیه نتانی یا تا پاکستان هم بتانی حالا خون تو شرایط هم میبینی که بعد خرابی است بری یک تا بالا غم تا بخوری بگه آجی صاحب تکلیف میدارم یک جلال آباد یک دکتر از پیش از او برو خود تا موجه هم آجی صاحب رفت آمد یک 5-6 هزار پر چطور نیه حالا خون تیل هم قیمت شده موتر دگه تکس کمر غیر دکتر صاحب
حاجی صاحب دکتر گفته که خنده میکنی یک دکتر از دکتر داود میگه تو خوب در یک نجاری قائم ضرورت داری دیگه نال پیسه باش حاجی صاحب خوب یک نجاری کنیم خدا این مفصلا تبدیل میشه 3 لک روپه خود تنها میره در پاکستان یک دکاندار به نام نادر از او انداخته جوریش 3 لک دانه 1.5 لک مصنوی من داده صرف 80% خوب میشه دیگه مورای کمر هم رنگ تر میشه نقره زیاد ماینات کردیم نمیقدر تقریبا 11 دفعه مورای کردیم حاجی صاحب امارایی که تقریبا 7000-6000 همه زیاد کمک شده خدا شاید حاجی صاحب کل سر انتباوتی زدیم سر دوا زدیم حالا پیش از او برو پیش از او برو میگه ولو چندان ملک خودی دی راست میگی یکی ایج از یکی دیگر راضی نیست راست میگی راست میگی راست میگی او بدر خود پیش از دو پیش اکش میده والا دکتر اسماعیل وردک والا فلانی تو راست والا فلانی شد تو راست اصلا صاحبی والا این رقم است او بدر خود یکی تانه اگر باز این یک دکتر از خارج آمده بود تو بازو مرا گفت که بچه اگر داری خارج از کشور یک گزینه ترکیه است کجا خوب تداوی اگر نمیتونی پاکستان هم بری اونجا میتونه یک دو سه ماه تو بستر یا توسط مساج یا یک رای حل شد برد میسن یا خیجه این تو رنگ پیر میشه نتیجه که در کشا برم خیر بینم تو مثل شما آجی صاحب دوستا کردن تقریبا 400 دلار گرفتم بچا دادن معاینات کرد گفت غیر که بدر خارج از کشور جا دیگه راه نداره او جان بری که مشوره کنه دکتر تو عملیات میکنه یا دوا میتیته چرا که 5 مورد از کلش گوشت گرفته آجی صاحب این رقمی ها در که دیگه چسبیده اونم از که اینه مرا چنگ کرده این پای راست رو تقریبا سیکل کنه آجی صاحب معلوم میشه که پدر سیکل کوتاه شده اینه دیگه یعنی مشکل ها ترس آجی صاحب بدر خداوند انشالله خدا مهربان است با دوستا شاید خبر باشه که اکثر وقت آمدن خیر ببینن گفتم از برکت شما بچه ها خانه هنر آباد خانه هنر پیش آباد خانه مردم ما آباد که هنر دوست هستن خدایارشان در دنیای که هستن حاجی صاحب خداوند طالت دنیا و آخرت گل گلزار داشته باشیشان که بدر اگه احساس دارن وطن دوستی دارن به مثل ما که بسیار مردم خود کمک میکنن خانه شان آباد حاجی صاحب بخیر باشی اول قربان تو شوم که بدر زحمت میکشی مسئولیت گرفتی که تو بچه ها پشت صحنه خیلی جنجال از ده این شرایط دیگه اول خانه تو آباد خانه پدر تو آباد سلامت باشی ما خو وظیفه ایمانی وجدانی ماست که انشالله ای کار کنیم وقتی که دوستای ما لطف میکنه از او سر دنیا پول روان میکنن و پول هم خیلی چیز شیرین است خیلی چیزی است که همون گفته مردم های کلانا میگه اگه پول داشتی عزت آبرو داری اگه نداشتی نداری خود افغانستان فعلا نموت یک شرایط افغانستان نموت یک شرایط است بیادر با بیادر نمیکنی آی خیر ببینی بیخی اگام تو خود میگه ولی ما هم تو رو عملی و ای که دوستا زیجا زحمت میکشن پول روان میکنن باز ما که زحمتش میکشیم بریم او رو بگیریم بیاریم و برنامه بسازیم ای خود وظیفه ماست لال و متین باز خدمتگار هستیم توکل ما به خدا باز این خانه را گفته بودی که مرا جاب میته دو برنامه قبلی اگه یادت باشه که آجی صاحب ای خود گفت که ما اگه آدم پیدا شد را گراو میگره ای خود تقریبی تاکه از دو منزل در بالایش هست ای را باز جور میکنم فکر کنم ای را گراو میتا خود اگه خدا هم ای ربان از میگه خانه داره ای خانه آجی صاحب ای خانه را هزار خانه ای اگه نمقه به این ماه نمقه شد بیادر که نمی هم کنم دفع آمدی خدا شاید از اونو یک 5000 روپه خیر ببینه آورد 3000 روپه ایش آجی صاحب بدر سیستم کرای خانه رو دادیم دیگه هم مشکلات هست آجی صاحب زندگی هست خوشان در افغانستان خب فعلا ایران نمیگه مثل که روز در اکی از سینماگرهای ما شما برش مسج کردن که والا متین بچه ایم کل اگه در شرایط قرار او باز هم خانه هم وطن ها با دوست ها با یک یاد میکنن از خانه هنر از آدرس هنر خانه شان ها با خیر ببینن مردم ها هنر دوست هستن با فرهنگ هستن شیرین هستن قربان شام شما زنده باشی بخیر باشی قربان شام لالای چی تو قار است هیچ گپ نمیزنه کد ما لالای تو والا نه نه قار نه نه خو خیلی دیگه بخیر ان شاء الله که جوان شوه و بسیار فکرها و بسیار اندیشه بالا داره دیگه این بسیار شوقی خارج از آجی صاحب من تو خدا یک راه شب پیدا کنه که بره ما یک تداوتی شیم شما بوده یک چکر دیدی وطن خواله اگه ما آجی صاحب کل ما شما به خدا اگه میارم در سال یک دفعه بتانم یک جای تفریح برده یا دیگه یا دیگه خداوند نگه زیاد نالیدنش گناه کبیره است چیزی که از جانب الله شکر است
یکم تو مرا میگه شامت این تر تازه است، چرا؟ میگم در حالت خود چیزی که رضای خداست. حالا مگه نان نباشه خدا بخورم، سیاسه را بیاب کنم، اولاد خدا نخواسته بیادر منعت کنم، چی فایده داره جیسه؟ خب این تصویر ملنگیز کار دوستان اگه در غفوری یا اینمی تصویر که یک دوره من دازم دلتنگی ما گم بشه، سینه تنگی ما گم بشه، آرام میشه بیم خدا با ایمان آردی، با ایمان ببر میشه می کار در خیر ما بده. اگه نه خدا شاید است که میالا ماجی صاحب استیج باشه، از دوای لایقل صاحب به خدا استاج هم ماجی صاحب، اگه تو یک ساعت برای تن نگفتم دنیا را جی صاحب نخنداندم بگویید نیستی، هم در گریانش هم در خندش. گریان خب باید در روزا را در اصلی تیر کردیم، در درد گریان کردیم، در طرف گریان کردیم، در غم مادر، بیادر، اندیوال، دوست، هم وطن، ولی همیشه هم یعنی در گریان هستیم سنی مردم ها کنیم. حالیم صبح یکی نشیشته بودیم صدا یک سیاسر میامد از کوچه گریان میکرد، من فکر کردیم همسایه کدام تا تفلک دیگر رقم خال مردم نمیته، خب مجبور است که تو گریان کنه بیخی ببه که من تو مشکل دارم. با خدای این دل ماجی صاحب تکا تکا شد، پینجا رو پیش زنکه بود، گفتم من بیسر پیش خیرهایی که برا زمون اونه دوتا نان خشک میشه، گفت برا چاش قطق ناتم خدا میره بانست با چاشتا. خب کاش که باشه آجی صاحب، خب چلو پیغمبر خداوند گفته در یک شار یک مرد بود بسیار مشار فشا شد، خداوند تعالی جبرائیل امین نگفت که دیشه دادگرش کن. یک دفعه رفت مبارک یک دیصفه سر نماز از کوتا میگیریم، دفعه دوم که باز خداوند که برو رفت، دفعه سوم گفت چرا؟ گفت یا الله صدقه شم دو دفعه که میرم برای خودت بهتر معلوم از یک دیصفه سر نماز است. گفت اول امو را ده. گفت چرا خدای صدقه؟ نماز میخونه. و به خاطر حفاظت جان خود میخوانه، او به خاطر مردم نمیخوانه حاجی صاحب. ولی که خداوند و بنده را پیغمبر ما چرا مبارک هیچ خنده نمیکرد؟ به غم در غم موتو بود، آینده ما در اولاد ما نیم در قرن در قرن در فکر ما بود. ولی که اومد از او خوار ما بیادر ما وطن ما در غم از نان نمیفت تفلای مردم خود باز چی دیگه حاجی صاحب. خداوند بالای سر ما بیشه همی که خدا را داریم دیگه هیچ غم نداریم و شکر خداوند از بالای سر. و اگر روزی در دست بنده می بود، حالا هیچ کس در دنیا نخواد می بود. و می که خداوند است، میگه قبر و گشنه را تا حال ندیده کسه. یک خداوند بالای سر است، روزی را می رسانه. توکل ما شمون به خداوند. دیگه یک برادر ما که نصیر قصاب نام داره، متینجان غفوری، به خودت 9000 افغانی روان کرده و هم برنامه تا دیده بود، گفت که به غفوری صاحبی پیسه را برسان. گفت من دیدم بیخی واقعا همه تو جگرم بیخی قاش قاش شد. خداوند گفتم دیگه خب قصاب ها مرد هستن، ملک ها که هستن واقعا بدون از این اینجا دوست ها هست ویس قصاب این اینجا خدا شاید است که روز هم دیم پیش مسجد چیشته بودیم یک ذره بدر گوشتم طوله استغانی ها را رایی کس شب یک شروع کردیم. واقع قصاب ها مرد است، کلت مردم ما مرد است، با غیرت است، با قصاب ها واقع میشک با می علم ولد را قصه باور کنه. میرم بدر به تو وقت روزای پیشش میرفتم میگفت تا بگاه بشه یک صدی میداد پنج دانه نان یک پاوه گوشت. با خدا این روزای نمی قصاب دیگه خداوند در جوان مرد قصاب، مرد قصاب و جوان مرد قصاب کوچه کابل ما حسابش کنه در دنیایی که از آرام باشه که تا آل بیتش اولادش خیر باشی سلامت باشی. و ما چه محمد، محمد است نام بچه یکت؟ محمد بی خدا مولود شریف پیدا شد. خواه نام اصلیش عبدالرحمن است. خواه عبدالرحمن نام یک ذره ملایی هم گفتیم نه خواه زیاد کدر نام خدا بیده او را دشتکا گفت ختم هست، گفتم الحمدلله شکر ملای مجد بساب آمر عوضه ملا بیدر مامن صاحب قربان شد ملا الحمدلله شکر خواه بیده ایره مام بخیر ملا بخیر خداوند اسلامه پایبند داشته باشه. چرا مردم خوب هستن واقعا و کشت کار غرض ندارن، خانه از آم آباد از ما شما آباد هر کس خداوند دارن بیا خیر باش توکل به خدا. دیگه غفوری صاحب خند نصیر جان، نصیر جان قصاب، خدایا برادر بصیر قصاب که مبلغ 9000 افغانی روان کرد به خودت و گفت که 6000 شه به خود غفوری صاحب بده که 6000 تقدیم خودت و دو
2000 شک به گودیگگ بته که ای به خیر دیگه به خود کالای زمستانی و بوت چزا بگیره که یک ای دو و 2000 شام به ای قرمان بته که از طرف شوکت پدر خود نارم خوی میکنه و پای پدر خود چرت میکنه و نه لگام نوجوانی میکنه میگم پدر بگه شب با بده که صبح هم لغت نیم چند وقت نان میکنه بگه سه وقت لغت لغت این یاد درد اگه لغت گفتی یاد کردی خوب شد لغت زیاد میشه واجی سه باز اونجا درد اگه لغت میکنه قرخت میشه باز اگه ذرا بیادر بسیسو میشه اگر امروز یک دفعه پیشتر برامدیم پایم راز درد نکرد امروز استخوان هم باز درد نکرد واجی سه یک درد اگه ایز نمبر چرک میشه نمبر دیگه و این 2000 هم از قرمان که کت پدر خود کمک میکنه و این ایرام این همون کاکایت که بسیر قصاب نام داره اونمو برتان روان کده گفت به یکی باید بوتام بخره کالای زمستانی هم بخره و با محمد هم همچنان و این 6000 شکل غفوری سایی بگوته گمی خرچ زمستان هم بخره خیر باشی سلامت باشی و یک برادر دیگه ما که سید یوسف نام داره که با ما پیسه روان کرده بود گفت که 8000 افغانی به غفوری سایی بته که ما ای را دیدیم دیگه گفت بیخی من خود گرفته اید ندانستیم سید یوسف جان یک جهان تشکر و خانه تا باد بیادر خدا آمد کرد خوبی کنه انجمن باشی خب چی بگوی با جسد خدا یار دان باشت که غفوری سای بالد زیاد برد نره خیر آجی سای بگه زیاد رو باز پس کمش باشی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت ای نه غفوری سای پانزه صد از پیسی دیگه کس هست سید یوسف جان یک جهان تشکر که پول روان کردی به ما و ما 10000 افغانی را به یک خانواده دیگه از طرف دادیم و 8000 که گفتی به متین غفوری هم برش تقدیم کردیم جهان سپاس و از نصیر جان قصاب تشکری میکنیم که لطف کرد به ما پول روان کرد به این جوانه که یک وقت من دیدم و من مشناختم که متین بود ولی آله که متین به این حالت است بازم توکل به خدا آجی صاحب افتخار میبخشن اکثر دوستا رو بگیم همی حالم کسا کمک میکنه پیش از این فلسکار بودم بدن نان خود پیدا میکردم یک فردی نبودم که بعد فیل یا مثال دیگه فامیل می چلاندم دوانر بودم حالم به افتخار خداوند بالای سر پیشتر گفتم جور باشیم حالا به افتخار آجی صاحب اسپندگری میکنیم پیسه حالا درود گفته میگردیم خانه شان آباد خیری بینی یوسف جانم خداوند خبر داره دیگه میگه یک مشکل در دنیا حل کنی خداوند افتاد مشکل تا دنیا و آخرت حل میکنی دقیق. یک روز بیاز و رفتن از خداوند گفته کلون نفس زائقت الموت هر کسی که نفس داره یک روز مزه مرگ و چیز میچش از دنیا میره خداوند در دنیا و آخرت کدشان خوبی کنه ملای آمین خداوند مردم ما را از بیچارگی که آمده فعلا بکشه خداوند تعالی ما به قضوا دعا میکنیم مسافرها به حق ما دعا کنه آرام باشی و بخیر باشی سلامت باشی و دوستای عزیز اگر شما میخواین کمک کنین و در روز آخرت دست پر برین و شماره واتساپ ما در روی اسکرینایتان است شما تماس بگیرین با ما و ما به مردمی که بیچاره و مسکین هستن پولتان هم میرسانیم امانت گفته و یک گپه که پولتان به جای مصرف نمیشه این پول به من ندادین این پول به غفوری صاحب ندادین فقط این پول این پول فقط به خانه و نره افغانستان کمک بشک خیر ببین هر کسی که هنر دوست داره خانه و اگر زنده بودیم باز این وقتا آجی صاحب تلویزیون یک گفته یک برنامه کمدی لخچک کده میریم اگر باز دیدیم شالا دیگر دعا خو براتان میکنیم میخو همیشه میخو وظیفه ما دعا باید بکنیم میخو دعا خو جز دین اسلام است باید بیادر کلگ اسلام خوار بیادر یکی دیگه از در قرآن آمده دیگه آجی صاحب خیر ببینی سلامت باشی زنده باشی دوست عزیز هی بود برنامه هی هفته تا هفته بعدی شما را به خداوند یکتا مسپاریم شاد موفق کامگار باشید